همکاری نظامی بین هوانیروز دو همسایه. این تفاهم‌نامه همکاری با محوریت تقویت قدرت دفاعی دو کشور به امضای سپهبد حامد عطیه فرمانده هوانیروز ارتش عراق و امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش ایران رسید. فرمانده هوانیروز ارتش عراق امروز در صدر هیئت نظامی میهمان پایگاه هوانیروز اصفهان بود. سپهبد حامد عطیه ابتدا به مرکز آموزش شهید وطنپور، بزرگترین مرکز آموزش خلبانی غرب آسیا رفت. تا از نزدیک با روند آموزش خلبانان آشنا بشه. آموزش‌های با استاندارد جهانی که سپهبد عطیه بعد از دیدن اون ابراز امیدواری کرد از امکانات این مرکز برای آموزش خلبانان و تیم فنی هوانیروز عراق استفاده کنه. بحث آموزش خلبانی و بالگردی و همچنین سیمولاتورهای مختلفی که به ما اینجا نشون داده شده واقعا جای تعجب و شگفتی داره که به این مرحله سوابمندی دست پیدا کرده. فرمانده هوانیروز عراق به مرکز صنایع یا علی هوانیروز هم رفت، جایی که قطعات مورد نیاز بالگردها به دست متخصصان توانمند کشورمون طراحی و ساخته میشه. خدا را شکر به کشورهای خارجی از لحاظ قطعات تون مصرف دیگه احتیاجی نداریم و خودمون تولید میکنیم و هم مصرف میکنیم. نبحثو عن ابرهاذه النظاره. در عراق بسیاری از بالگردهایی هستن که به دلایلی حتی جزئی با مشکل پرواز مواجه شدن، اما می توانیم در اینجا این باب همکاری بشود که بتوانیم از این توانمندی جمهوری اسلامی ایران در این زمین ان شاء الله در آینده استفاده کنیم و بهره ببریم. از انواع خلبانهای 205 206 214 کبرا و شونوک ما در خدمت این برادرامون باشیم. اوورهال کردن بالگردها، تعمیر و نگهداری بالگردها، خیلی مشتاق بودن این برادرمون که بالاخره بتونیم با هم همکاری بکنیم. در پایان این دیدار تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور هم به امضا رسید. تفاهم‌نامه‌ای که طی اون قراره در صورت توافق دولت‌ها جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش و تعمیر و نگهداری و همچنین ساخت قطعات به کشور عراق کمک بکنه.